آخوند روحانی که تا دیروز در برابر سیل زدگان به وعده درمانی می پرداخت، روز 10 فروردین در خوزستان ناامیدانه از چشمانداز تیره اوضاع نظام در سال 98 گفت. من آخرین نکته ای که میخواستم بگم این که سال 98 مثل 97 ما باز هم در تحریم هستیم، در فشار تحریم هستیم. پزشکیان نایب رئیس مجلس ارتجاع با بیان اینکه شرایط کنونی نظام بدتر از دوران جنگ ضد میهنی است، به شقه درونی نظام در بحران بیراه حلی اشاره کرد و گفت آمریکایی‌ها در دوره جدید تحریم‌ها زرنگتر شده و تنگناها را بیشتر کردند. افزون بر این، مشکلات مالی و بانکی نیز در شرایط کنونی وجود داشته و دعوایی در داخل کشور ایجاد شده بر سر این موضوع که آیا باید FATF را بپذیریم یا خیر. وی در مورد شقه درونی نظام در اثر بحران بیراه حلی افزود، در حال حاضر به صورت مداوم یکدیگر را بر سر موضوعات مختلف محکوم می‌کنیم، غافل از اینکه این محکوم کردن‌ها همان بمبی است که نیروی خارجی در زمین نظام انداخته و حتی شماری را مجروح کرده است. مهدی مطهرنیا یک کارشناس حکومتی با اشاره به این بحران‌ها هشدار داده، حالا دولت با چنین وضعیتی وارد سال 98 شده است، سالی که بسیار داغ خواهد بود، زیرا از یک سو با محاصره منطقه‌ای و تلاش قدرت‌های خارجی برای تضعیف جمهوری اسلامی شدت پیدا خواهد کرد و از سوی دیگر مشکلات اقتصادی بسیار زیاد شده است، لذا اینها می‌توانند راه دولت را بیشتر از این باریک و حتی مسدود کنند. حمید میرمعینی یک تحلیلگر اقتصادی بازار بورس رژیم میگوید اتفاقاتی که طی یک سال گذشته رخ داد به هیچ عنوان نوید روزهای بهتر برای تولید یا به طور کلی اقتصاد کشور نبود، با توجه به آینده مبهم و اطلاعات ناکافی از وضعیت نمیتوان یک تحلیل مناسب و درست از بازار سرمایه طی سال 98 ارائه کرد. سایت حکومتی دیپلماسی ایرانی با اشاره به تنگتر شدن حلقه تحریم از سوی اروپا، چشمانداز گشایش سیاسی را برای نظام تیره ارزیابی کرده و می نویسد در پایان یک سال پرفراز و نشیب در روابط ایران و اروپا که تلاش برای حفظ برجام ترجیبند آن بوده و در حالی که مقامات ایرانی خاطر نشان کردند که اروپایی ها آماده پرداختن بها و هزینه لازم برای حفظ برجام نبوده اند، اکنون در آغاز سال 98 این پرسش مهم بیش از گذشته خودنمایی می‌کند که آیا کشورهای اروپایی هزینه لازم برای حفظ برجام و تأمین منافع امنیتی خود را پرداخت خواهند کرد؟ پدرام سلطانی نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی رژیم نیز چشمانداز را در سال پیش رو این گونه ترسیم می‌کند. سال 98 با سیل طبیعت آغاز شد، اما سیل بزرگتر در اقتصادمان خواهد افتاد. تورم طغیان خواهد کرد و رشد اقتصادی به زیر آب خواهد رفت. فشار نقدینگی نرخ عطر را چو تخت پاره‌ای بر آب‌های متلاطم خواهد انداخت و آن را از ساحل امن خواهد کرد. وی با کنایه به اقدامات نمایشی سردمداران رژیم و سرکردگان سپاه در مناطق سیل زده افزود، اما با این سیل کسی عکس یادگاری نخواهد گرفت.